سلام بر دوستان و عزیزان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. همینطوری که مطلع هستید، من در این کانال سعی می کنم علاوه بر معرفی شغل و کسب و کار پردرآمد بدون مدرک تحصیلی، کلن در مورد زندگی در آمریکا و بایدها و نبایدهایی که در آمریکا هست برای شما توضیح میدم. دوستانی که انشالله تشریف آوردن در کشور آمریکا، اگر فیلم ها و ویدیوهای قبلی منو ببینن و همینطور این فیلم ها رو ببینن، به طور نسبی آشنا میشن با مسئله مهاجرت و میتونه کمکشون کنه در رابطه این که زودتر شغلشون رو پیدا کنن و یا اینکه ایالتشون رو، جایشون و خونهشون و همه اون چیزهایی که مستلزم هست بعد از مهاجرت بدونید رو خدمتتون معرفی میکنم. اینا اکثرا تجربیات خودم و اطرافیان من هست که من دیدم و این تجربیات رو خدمتتون انتقال میدم. امیدوارم که مثمر ثمر باشه. عرض کنم وقتی که شما تشریف آوردین آمریکا، خب لازم هست که یه خونه رو اجاره کنید. طبیعی هست وقتی که اومدید هیچ نوع مدرکی ندارید، پس به شما خونه جایی اجاره نمیدن تا شما سوشیال سکیوریتی تون رو بگیرید و کارت شناسایی داشته باشید. اون وقت هست که به شما یه خونه اجاره میدن، یا یه فردی یا آشنایی باید کوسان شما بشه، ضامن شما بشه و شما بتونید خونه اجاره کنید. طبیعی هست که اون 2 هفته یا 3 هفته اول رو بایستی در جای مستقر باشید. خب شما 2 حالت میتونید انتخاب کنید، یا یه هتلی موتلی انتخاب کنید این 3 هفته 4 هفته رو در اونجا باشید، یا اینکه Airbnb بگیرید. Airbnb هم خونه‌ای هست که مجهزه، همه چی وسیله داره و توش میتونید آشپزی کنید، زندگی کنید. خب نرخش به نسبت اجاره خونه‌ها گرون‌تره، چون توش وسیله هست و همه چی آلردی شما میتونید از این خونه استفاده کنید. بعضی از دوستان خب اول میان فامیل دارن، آشنا دارن، میرن پیش اونا زندگی میکنن. من میخوام توصیه کنم غیر از پدر مادر، اگر توی آمریکا برادر، خواهر، پسرخاله، پسردایی، پسرعمه، هر فامیل دور و نزدیکی که دارید، دوست صمیمی هم که دارید، سعی نکنید این 2 هفته 3 هفته رو در خونه اینا بگذرونید. من بارها بارها با چش خودم دیدم که همین سکونت گزیدن خونه این دوستان یا فامیلا در آخر مشکلاتی رو برای هر دو طرف ایجاد کردیم. پس این توصیه منو جدی بگیرید، واقعا نرید خونه کسی، همچون امکانات اونا شاید به اندازه شما نباشه و همین که اگر شما اینجا به درجه بالایی برسید، حتی فرماندارم که بشید، بالاخره یه منتی سرتون خواهند گذاشت که ما بودیم که از اینا نگهداری کردیم در بد به ورود و این الان به اینجا رسیده. اگر شما میخواید این حرفا پشت سرتون نباشه و یا اینکه منتی سرتون نباشه، پس حتما یه $1000، نهایتاً $2000 خرج شما بشه در این مدتی که خونه ندارید. یه جایی رو اجاره کنید، هم خودتون خیلی راحت هستید، هم این که حالا همون فامیلاتون. البته خب پدر مادر باشن مسئله نیست، میریم پدر مادر، آخر سرم که منتی هم سرتون باشه نداره پدر مادر. پس مرحله اول خونه میخواییم بگیرید، برید یه مهمانسرایی، یه هتلی، موتلی و Airbnb. Airbnb هم که همینطور عرض کردم خونه‌ای هست که توش وسیله همه چی هست و شما میرید راحت در اونجا هستید تا یه خونه پیدا کنید و بعد نقل و مکان کنید. پس این توصیه منو حتما جدی بگیرید.
نرید کلن 20 روز بیشتر یا کمتر خونه این بستگانتون یا آشنایانتون یا دوستانتون بمونید. حالا اگر شما رو شامی، نهاری، صبحانی دعوت کردن یا به جایی دعوت کردن و همینطور اینکه با ماشین خودشون شما رو این طرف و اون طرف بردن، ایرادی نداره. اتفاقا شاید بگم یه جوری هم وظیفه‌شون هست که این کارو بکنن، ولی همونطوره که میدونید خب خیلی ها اینجا کار میکنن، گرفتار هستن و نمیتونن به راحتی مرخصی بگیرن. خب شما هم اون انتظار رو نباید داشته باشید که حتما این آدم بایستی 24 ساعته در خدمت شما باشه و شما رو این طرف اون طرف ببره، چون در حال هر کسی برای زندگی خودش یه برنامه‌ای داره و نمیتونه کلن حالا 20 روز 10 روز در کامل در اختیار شما باشه. مهاجرت اینطور نیست که تا اومدین اینجا خیلی راحت میتونید به پول برسید، به مقام برسید و بایستی تلاش بکنید. اما اینجا جایی هست که کسی تلاش میکنه ثمرش رو میبینه، خوشبختانه. من همینطوری که در شروع فیلم هام گفتم، هدفم این بوده که تجربیات خودم رو به شما انتقال بدم. عرض کردم که من دو بار بیزنسم ورشکست شد و یه جوری میگن که به خاک رسیدیم یا حتی به زیر خاک، ولی دوباره آدم میتونه فعالیت کنه، تلاش کنه و زندگی خوبی برای خودش بسازه. بعد از 10 سال زندگی در آمریکا به این نتیجه رسیدم که اینجا برای 3 کس زندگی خیلی خوبه. یکی بچه ها. واقعا بچه ها میتونن اینجا اگر درس خون باشن و یا اینکه از موقعیت ها استفاده کنن به درجات بالا برسن و زندگی بسیار با آرامشی داشته باشن. اما خب یه چیزی که هست این که این بچه ها بایستی در راه درست هدایت بشن و بتونن به اون چیزی رو، اون هدفی رو که میخوان برسن. یکی دیگه برای کهنسالا است، چون اینجا وقتی که کهنسالا وارد میشن هم دولت بهشون خونه میده و مقداری حقوق میده. برای کهنسالا بیمه خوبی هم دارن، میتونن از این بیمه ها هم استفاده کنن. در نهایت پس برای بچه ها و برای کهنسالا اینجا خوبه. خب میپرسید شخص سوم کیه که زندگی براش خوبه؟ آیا میانسالان؟ آیا جوانان؟ نه، میانسالا و جوانا اگر اینجا آرامش هست آسایش نیست. بایست خیلی تلاش بکنین، خیلی کار بکنین تا به اون هدفتون برسید. پس برای اونا نمیتونه خوب باشه. شخص سوم سگا هستن یا به طور کل حیوانات هستن که خیلی اینجا زندگی مرفعی دارن و صحابان اونا بسیار براشون احترام قائلن و زندگی لاکچری دارن این سگها و حیوانات خانگی. در حال پس برای 3 شخص اینجا زندگی خیلی شیرین و خوب هست. همینطوری که میدونید اینجا رو میگن سرزمین موقعیت ها، سرزمینی که میتونین اینجا پیشرفت کنید. من در 2 تا بیزنس طوری که ورشکست شدم به خاک رسیدم، یعنی به زیر خاک، ولی بعد با تلاش و با همت خودم و خانوادم تونستم که دوباره سر از زمین در بیارم و زندگی خوبی رو تشکیل بدم. به همین خاطر اینجا سرزمین موقعیت هاست، باید از موقعیت ها استفاده کنید، اشتباهات کمتری داشته باشید، میتونید اینجا
به جایی که هدفی که و نتیجه‌ای که میخواین برسی. وقتی که مهاجرت میکنید، حالا به ایالت‌هایی که تشریف میبرید که ایرانی‌های بیشتری اونجا هستن، به یه سری مشکلات جدیدی روبرو میشید که در ایران باهاش روبرو نبودید، و اینی که بعضیا شما رو ببخشید جاسوس جمهوری اسلامی میدونن، میگن این آدم اومده، تازه اومده، احتمالاً از جمهوری اسلامی داره پول میگیره و اومده تا جاسوسی بکنه، در صورتی که شما نه از سیاست رو نمیدونید، با چه سینی مینویسن، یه جوری به شما انگ سیاسی بودن میزنن. یه سری دیگه هم برعکسشون هستن، مذهبی هستن که خیلی هم افراطی هستن، حتی افراطی تر از اونایی که داخل ایران هستن، شما رو با یه سری چیزای دیگه القابی و انگایی میزنن که اینا شاید بعضی موقع باعث ناراحتیتون بشه، ولی اینها هم جز لاینفک مهاجرت هست و وجود داره و شما باید خودتون رو آماده کنید با یک سری از این برخوردها. دوستان زیادی گفتن ما میخواییم از راه مکزیک و غیرقانونی مهاجرت کنیم. والا من نمیدونم چه سختی هایی پشت این مسئله هست. آیا اینقدر در حال حاضر زندگی بر شما سخت هست که این سختی ها رو تحمل کنید و مهاجرت کنید؟ بسم الله، بفهمید. ولی خب اگر فکر میکنید که میتونید در حال حاضر همون جایی که هستید و این سختی ها رو حالا حلش کنید، سعی کنید این کار رو بکنید تا بیایید غیرقانونی یا شما رو به زندان ببرن اینجا و یا هر جای دیگه. زندان هم بسیار دردسرای خودشو داره و بسیار سخته. زندگی کلن سیاه میشه در این ایام و این طولی که شما بابت این مهاجرت، یعنی در اصل بهای سنگینی رو بابت این دوران خواهی پرداخت. مهاجرت جز برای بچه ها، حالا بچه ها از خردسالی تا نوجوانی، برای هیچ کسی آسان نیست، حتی اگر خیلی هم پول داشته باشه. خب یه زندگی جدید هست و شما باید خودتون رو وقف بدین با این زندگی جدید. بچه ها خیلی راحت تو این مسئله هضم میشن، خیلی راحت حتی زبانشون هم رو خیلی سریع یاد میگیرن و مشکلی نخواهند داشت، وارد جامعه میشن و بهترین حالت فقط برای بچه هاست. بزرگا هرچی سنشون بالاتر باشه مهاجرت براشون سخت تره، مخصوصا این که خب بالاخره سن دیگه از 45 50 55 به بالا باشه، برای این دوستان واقعا سخته. شما زبان هرچی هم که یاد بگیرید، این اکسنت رو دارید، این آرواره های شما طوری تنظیم شده که میتونید زبان مادری رو خوب حرف بزنید و هر کاری کنید این زبان انگلیسی رو به خوبی نمیتونید صحبت کنید. پس بچه ها هستن که خیلی راحت زبان انگلیسی رو مثل زبان مادری یاد میگیرن و صحبت خواهند کرد. حالا چرا من این مسئله رو گفتم؟ به خاطر اینکه دوستانی که به سن بالا میان اینجا مشکلات زیادی روبرو میشن و بایستی با این مشکلات دست و پنجه نرم کنن. شاید در موقعیت های پیش بیاد که بگن مثلا خیلی معذرت میخوام، عجب غلطی کردیم، ما اومدیم اونجا زندگی بهتری داشتیم. خب وقتی که آدم زندگی بهتر داره، خودشو مخصوصا اگر سن بالا هم هست، واقعا مهاجرت سخته. پس این توصیه من هم رو داشته باشید که اگر سن بالایی دارید، زندگی خوبی دارید، سعی نکنید بیگدار به آب بزنید و مهاجرت کنید، چون سختی های خودشونه داره. و همینجور جوان ها اگر
پدر مادرشون سایهشون بر سرشون هست و اونجا زندگی متمولی دارن، سعی نکنن مهاجرت کنن، چون مهاجرت بسیار سخته و خیلی سختی‌هایی رو بایستی طی کنن، مخصوصا اونایی که غیر قانونی مهاجرت میکنن. غیر قانونی مهاجرت کردن واقعا من دیدم برای دوستان سخته. شما هر چی هم که فکر کنید میایید و اینجا میتونید به حساب پیشرفت کنید، نه اینکه پیشرفت نکنید، پیشرفت خواهید کرد، ولی 5 سال شاید 10 سال این سختی ها رو باید به جان بخرید. اگر این سختی ها رو به جان میخرید و میخواید مهاجرت کنید، دیگه فبها میتونید مهاجرت کنید. ولی من توصیه میکنم حتما قانونی مهاجرت کنید. یکی از مهاجرت ها همین لاتاریه که هر سال برگزار میکنن، 4-5 هزار نفر ایرانی رو میتونن بیان و یا کشورهایی که فارسی زبان هستن میتونن بیان اینجا، هیچ نوع کمک مالی نمیشن، ولی خیلی سریع همه مدارک رو میگیرن و خیلی راحت اینجا میتونن زندگی کنن. ولی باز هم سمبالاها با آنکه قانونی هم اومدن، مهاجرت برایشون سختی های زیادی داره. اینطور فکر نکنید اومدین اینجا همه جور پول ریخته و میتونید پول جمع کنید یا کسب و کار را بندازید با درآمد بسیار بالا. برای همین هست که من دارم به شما این کارها رو پیشنهاد میکنم. فکر کنید این کارها رو، آیا این کارها رو انجام میدید یا انجام نمیدید، بعد تصمیم بگیرید که مهاجرت کنید.